قصه آن شخص که دعوی پیغامبری می کرد گفتندش چه خورده ای که گیج شده ای و یاوه می گویی گفت اگر چیزی یافتمی که خوردمی نه گیج شدمی و نه یاوه گفتمی که هر سخن نیک که با غیر اهلش گویند یاوه گفته باشند اگرچه در آن یاوه گفتن مأمورند آن یکی می گفت من پیغامبرم از همه پیغامبران فاضل‌ترم گردنش بستند و بردندش به شاه کین همی گوید رسولم از اله خلق بر وی جمع چون مور و ملخ که چه مکر است و چه تزویر و چه فخ گر رسول آن است که آید از عدم ما همه پیغامبریم و محتشم ما از آنجا آمدیم اینجا غریب تو چرا مخصوص باشی ای ادیب نه شما چون طفل خفته آمدید بی خبر از راه و از منزل بودید از منازل خفته بگذشتید و مست بی خبر از راه و از بالا و پست ما به بیداری روان گشتیم و خش از ورای پنج و شش تا پنج و شش دیده منزلها ز اصل و از اساس چون قلاووزان خبیر و رهشناس شاه را گفتند اشکنجش بکن تا نگوید جنس او هیچون سخن شاه دیدش بس نزار و بس ضعیف که به یک سیلی بمیرد آن نحیف کی توان او را فشردن یا زدن که چو شیشه گشته از او را بدن لیک با او گویم از راه خوشی که چرا داری تو لاف سرکشی که درشتی ناید اینجا هیچ کار هم به نرمی سر کند از قار مار مردمان را دور کرد از گرد وی شه لطیفی بود و نرمی ورد بی پس نشاندش باز پرسیدش زجا که کجا داری معاش و ملتجا گفت ای شه هستم از دار و سلام آمده از ره در این دار الملام نه مرا خانه است و نه یک همنشین خانه کی کرده است ماهی در زمین باز شه از روی لاغش گفت باز که چه خوردی و چه داری چاش ساز اشتهی داری چه خوردی بامداد که چونین سرمستی و پرلاف و باد گفت اگر نانم بودی خشک و تری کی کنیمی دعوی پیغامبری دعوی پیغامبری با این گروه همچنان باشد که دل جستن ز کوه کس کوه و سنگ عقل و دل نجست فهم و ضبط نکته مشکل نجست هرچه گویی باز گوید که همان می کند افسوس چون مستهزیان از کجا این قوم و پیغام از کجا از جمادی جان کرا باشد رجا گر تو پیغام زنی آری و زر پیش تو بنهند جمله سیم و سر که فلانجا شاهدی می خواندت عاشق آمد بر تو او می داندت ور تو پیغام خدا آری چو شهد که بیا سوی خدا ای نیک عهد از جهان مرگ سوی برگ رو چون بقا ممکن بود فانی مشو قصد خون تو کنند و قصد سر
نز برای همیت دین و هنر، نز برای همیت دین و هنر.